اما برای اولین بار در تاریخ سازمان غذا و داروی آمریکا راهنمایی برای تحقیق درباره مواد روانگردان را منتشر کرده که میتونه راه رو برای تحقیقات بیشتر درباره قارچ جادویی یا همون ماجیک ماشروم و LSD فراهم کنه. پیشنویس این راهنما جنبه‌های مختلف مراحل آزمایشی و بالینی رو برای درمان‌هایی مثل افسردگی، اضطراب و اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD مشخص کرده. پیش بینی میشه که اغلب ایالت‌ها تا سال 2037 مصرف طبی روان درمانگرهای مورد تایید رو قانونی بکنن. همراه میشیم با مدیس توکلی، روانشناس بالینی از مادرید. خانم توکلی، چه شده که به نظر میرسه کشورها بیشتر دارن میرن سمت چیزهایی مثل برخی از این روانگردانها مثل ماجیک ماشروم که بتونن کمک کنن به افرادی که افسردگی رو تجربه میکنن؟ وقتتون بخیر. همیشه یه مقوله‌ای بوده که اینکه مواد طبی یا مواد صنعتی میتونن در اختلالات کمک کننده باشن، چیزایی که توی طبیعت بودن مثل ماجیک ماشروم. نکته‌ای که الان این وسط مطرح شده این هست که بعد از اینی که خیلی از افراد، حالا بر اساس خیلی وقتا میتونیم بگیم تصادف، شروع میکنن به مصرف، علائمی رو دارن و یه حالا خیلی اتفاقی خیلی وقتا کشف میشه که این مواد میتونن در درمان یک سری اختلالات هم کمک کننده باشن. قاعدتا یکی از تحقیقاتی که خیلی وقتا روش انجام میشه روی موادی هست که خیلی وقتا اتفاقا بیشتر مورد بد مصرفی یا سوء مصرف قرار میگیرن توسط مصرف کننده ها. توی تحقیقاتی که انجام شده به این نتیجه رسیدن، همونجوری که فرمودین، که ماجیک ماشروم در PTSD خیلی کمک کرده به کنترل علائم افراد و بنابراین شاید یه تصمیم خیلی جالب و خوبی گرفته شده که اجازه داده شده که به صورت علمی وارد چرخه مصرف مبتلایان بشه و کمکشون بکنه. اما اتفاقا امروز گزارش‌هایی هم بود راجع به اینکه ایلان ماسک هم داره افسردگی رو تجربه می‌کنه و بعضن سراغ این روانگردان‌ها هم رفته. درباره مصرف خودسرانه اینها و اینکه خب به هر حال می‌دونیم بعضیا مصرف تفریحیش رو دارن، چه احتیاط‌هایی باید بشه؟ مصرف خودسرانه که تحت هیچ شرایطی توصیه نمیشه. دارو چه طبیعی باشه چه صنعتی حتما باید تحت نظر پزشک باشه و دقیقاً باید برای شرایط خود فرد سنجیده بشه. خیلی وقتا برای افسردگی یکی از داروهای خیلی متداولی که توصیه میکنن فلوکسیتین هست. خیلی ها میشناسنش و خیلی ها حتی ممکنه خودسرانه مصرفش بکنن. و این نکته قابل توجه اینه که ما فلوکسیتین رو اصلا تحت هیچ شرایطی نباید در مواردی که افراد تفکرات خودکشی رو دارن توصیه بکنیم، چون تشدیدش میکنه. یه موضوع به همین سادگی خیلی وقتا توسط افراد ندید گرفته میشه و میتونه عواقب خیلی بدتری داشته باشه. ببینید، ما دارو رو تجویز میکنیم به این علت که کیفیت زندگی فرد رو بالا ببریم و کمکش بکنیم. ما دارو رو برای این توصیه نمیکنیم که شرایط رو از اینی که هست پیچیده تر بکنیم. سپاسگزارم از توضیحات شما. مدیس توکلی، روانشناس بالینی از مادرید با ما.